خانم آقایان قهرمانی رپید و بلیتس جهان با قهرمانی مگنس کارسن به اتمام رسید اما این وسط یه سری بازی قشنگ هم گم شده که کم کم ما اینا رو پیدا میکنیم و به شما نشون میدیم همونطور که میدونید توی اه... کلا توی مسابقات بلیتس بیش از 200 شرکت کننده بوده یعنی در هر راند بیش از 100 بازی برگزار شده شما همون 100 بازی هم در نظر بگیری 21 راند بلیتس بوده فقط 2100 بازی توی دو روز انجام شده این بازی یه دون از اون بازی های جذاب پر از تاکتیک بسیار بازی جذابی بین مگنس کارسن و الکسی سارانای سربستانی بازیکن فوق العاده قدرتمند سوپر استاد بزرگ شطرنج عنوان این ویدیو رو خالی گذاشتم که شما برام پرش کنید این بازی رو تا انتها تماشا کنید و عنوان رو برام کامنت کنید همه کامنت ها رو میخونم سابو بکوب که بریم کوبیدی؟ بشین بریم. این بازی ماگنوس کارسن با مهره سفید بازی رو با حرکت E4 شروع کرده. C5 سی دفاع سیسیلی گسترش اسب D6، اسب به خونه c اومده و اسب به خونه F6، فیل E2، وریانت بسته دفاع سیسیلی رو روی صفحه داریم. آشیش و قلعه از طرف ماگنوس توی بازی انجام شده. B5 توی بازی انجام شده کامپیوتر اینجا حرکت ای 5 رو بیشتر دوست داره با طرح اسب سی شیش خونه دی 4 خونه بسیار مناسبی برای اسب و مهره های سیاه به خوبی داره خونه کنترل میشه توی بازی اما بی 5 بازی شده اینجا و دی چهار مگنس کارسن به مرکز حمله کرده پیاده ها در مرکز تعویض شدن یه جورایی رفتیم تو واریانت نایدورف دفاع سیسیلی تاخیری یعنی همین ستاپ رو داره دفاع نایدورف بعد فیل گسترش پیدا میکنه از میاد دی هفت ای شیش بازی میشه با اینکه بخواد فیل رو بیرون بیاره و توی بازی شاه قلعه بره یه جورایی به اون ستاپ داریم میرسیم اما از واریانت بسته داریم به اونجا میرسیم فیل به خونه B7 گسترش پیدا کرده حمله به پیاده مرکزی با فیل دفاع شده گسترش اسب به خونه D7 و حرکت A4 میبینید همه حرکات تقریبا در واریانت نایدورف دفاع سیسیلی داره انجام میشه تئوری اون شاخه رو داره سیاه بازی میکنه و توی این لحظه حرکت بی در آ چهار بازی شده که رخ رو توی بازی فعال کرده احتمالا حرکت بی چهار حرکت بهتری بود حمله به اسب اسب اگر جا به جا میشد توی بازی حالا ای پنج حمله به این اسب توی بازی بعد از تعویز اسبها ها حتی سفید اسب رو هم میتونه جابجا جا نکنه رخ رو بذاره ای یک و به این شکل بازی ادامه دار بشه حتی سیاه نمیتونه اسپر رو بزنه اگر بزنه ای پنج قطر فیل رو باز میکنه به اسب نشسته رخ داره شاه رو توی بازی نظاره میکنه و اگر بخواد حتی با پیاده هم بزنه که اصلا خوب نیست فیل در بی هفت میخوره رخ زیر ضربه پیاده با کیش میره توی بازی و از این داستان ها اما اینجا پیاده رو زده رخ مگنس کارسن توی بازی فعال شده و حرکت ای شیش رو اینجا سیاه بازی کرده که حرکت خوبی نبوده در حالی که سیاه انگار داره تئوری بازی میکنه و مشکلی نیست میخواد فیل رو از اینجا به بازی اضافه کنه و قلعه بره اما حرکت بهتر جی شیش بوده که فیل رو از این قدر به بازی اضافه کنه ای شیش بازی شده و اینجا رخ به خونه بی اومده تفاوت در حرکات یعنی چرا حرکات سیاه داره اشتباه میشه چون مثلا توی دفاع نایدورف دفاع سیسیلی واریانت نایدورف رخ تو خونه آیه که پیادم جلوشه اما الان رخ سفید توی بازی فعاله رخ بی چهار نشسته به فیل بهترین انتخاب رخ بی هشت دفاع از فیل توی بازی اما توی این لحظه الکسی را سارانا اسب رو گذاشته خونه سی پنج اشتباه بعدی و مگنس کارسن رخ در فیل کوبیده اینجا قربانی تفاوت داره میده اما چرا اسب اینجا رخ رو پس گرفته و ای 5 بیگی که اومد همه چیز رفت به باد همه چیز زیر زرب و بهترین انتخاب هم اینجا برای سیاه زدن پیاده است حتی اگر اسب رو بخواد بذاره خونه دی 5 اصلا خیلی بره فیل در دی 5 میزنه پیاده پس بگیره ایش ای ایش یا ابل بخواد بزنه که حالا از در ای شیش میشینه به وزیر نشسته به فیل توی بازی مثلا وزیر ای هفت رخ میاد ای یک واویلا دیگه واویلناه دیگه مثلا الان اسب میخواد بلند شه اینجا وزیر رو توی بازی بگیره مثلا شاه دی هفت هم بازی بشه وزیر جی چهار پوزیسیون خیلی سخته برای سیاه به همین دلیل اینجا اصلا پیاده پیاده رو زده توی بازی و مگنس کارسن اینجا اسب رو نزده توی بازی یک طرح جذاب رو میبینه اینجا که اون رو پیاده میکنه فیل رو میذاره خونه سی6 کیش داده اول خب اینجا یکی از انتخاب های سیاه حرکت شاه ای هفته که بهترین انتخابش هم میتونه باشه اما بعد از شاه ای هفت حالا اینجا فیل اسب رو میزنه اسب قرار بیاد به خونه سی همه چیز رو توی بازی چنگال کنه پس سیاه باید از شر اسب خلاص شه رخ رو از دست میده اسب بعدی رو بزنه وزیر به خونه اف میاد و سفید توی بازی خیلی بهتره رخ قرار بیاد خونه دی یک مهره های سیاه رو میبینی فیله چجوری میخواد به بازی اضافه شه این رخه چطور شاه در مرکز وزیر به خونه بی هفت جز ترهاز فیل به خونه جی 5 جزء ترهای سفیده و وضعیت برای سیاه خیلی سخته و حتی اینجا اصلا بیس فیل آسه هم یه جاهایی شاید داشته باشه سفید حتی توی بازی اما شاه اصلا به خونه ای هفت توی این لحظه اسب به خونه دی هفت اومده و به این شکل الکسی سارانا کیش رو بلاک کرده حتما دیگه اسپر رو زده توی بازی نه معلومه که نه مگنس کارسن قربانی بعدی رو هم توی بازی میده اسب خودش رو قربانی میکنه حرکت درخشان بعدی چی به دست میاره قطر ضعیف بازی رو به دست میاره وزیر h 5 کیش چیکار میخوای بکنی با این کیش جی 6 معلومه که نه پیاده ای 5 رو هم میزنه رخ زیر ضربه رخ قابل نجات نیست جابجا بشه وزیر پیاده رو میزنه همچنان رخ رو توی بازی میگیره بعد با وزیر بلاک کنه اما او او فیل در اسب میکوبه وزیر نمیتونه بزنه آچمزه شاه نمیتونه بزنه فیل دفاع داره شاه بعد این ور بیاد وزیر کیش میده مجبوره که فیل رو بزنه حالا اسب به خونه دی پنج حمله به وزیر کیش های خیلی قوی داره توی بازی و باور کنید یا نه اینجا باید سیاه وزیر خودش رو توی بازی تسلیم کنه اگر نخواد این کار رو انجام بده بیایید امید داشته باشیم وزیر تو خونه ایشیش جایگاه امنی داشته باشه حالا وزیر در بی هفتگی شاه کجا میخواد بره این ور بر از همه چیز رو باز توی بازی چنگال میکنه اینجا میخواد بیاد فیل میاد توی بازی چیکار میخوای بکنی اینو فیل رو باید اینجا قربانی کنی یا باز هم باید از شاه بره اونور بر دوباره حرکت پرتوان اسب رو توی بازی داریم و وضعیت سامان برای سیاه اما خب حرکت شیش بازی نشده شاه به سمت بالای صفحه اومده و توی این لحظه مگنس بالاخره اسب رو توی بازی زده نشسته به رخ رخ جابجا جا شده حمله به فیلفیله رو جابجا جا کرده معلومه که نه رخ رو گذاشته خونه دی یک نمیتونی. فیل من رو بزنی اگر فیل رو بخوای بزنی حرکت وزیر فیل جی 5 کیش حرکت قوی شاه هیچ خونه برای رفتن ندارد تنها میتونه با اسب کیش رو بلا کنه وزیرش رو توی بازی از دست میده صدام دیگه داره در نمیاد بکوب لایکو خب توی این لحظه نزده رخ در فیل بازی نشده وزیر رو از زیر زرد سیاه برداشته حالا فیل در پیاده زده همه چیز خوب داره پیش میره توی بازی حالا اسب به خونه افشش اومده نکته کلیدی بازی اینجاست اینجا مگنس کارسن اشتباهی میکنه که برتریش رو توی بازی از دست میده مگنس باید تنش رو نگه بداره فیل رو بذاره جی پنج فشار رو به اسب بیشتر کنه تنش رو در مرکز صفحه نگه داره میبینید فیل قرار نیست فعلا به بازی اضافه شه رخ هم همینطور اسبم هم که نمیتونه بزنه چون اما مگنس اینجا وزیر رو برگردونده خونه ایدو برتریش رو توی بازی از دست داده حالا شاه رفته خونه اف هفت میخواد فیله رو توی بازی اضافه کنه مگنس کارسن از شر از به قدرتمند سیاه یکی از مهره های دفاعی خیلی خوب سیاه خلاص میشه فیل گسترش پیدا کرده الکسی سارانا اینجا فقط یک تمپ نیاز داره روخه رو و در بیاره شاه رو بکنه تو کله و از این همه تاکتیکی که توی بازی وجود داره خودش رو خلاص کنه حداقل به یه جایگاه امن بره اما مگنس هنر نمایی میکنه اصلا اجازه به این راحتی ها نمیده که فیل رو برگردونده خونه دیسه این قدر قدرتمند رو داره توی بازی کنترل میکنه فیل به قدرتمندترین قدر بازی اضافه شده رخ اونجا بومده به خونه بی چهار فشار به وزیر وزیر کیش داده توی بازی با فیل بلاک شده و سی بازی شده حمله به رخ رخ جابجا شده دوباره بهش حمله شده رخ به خونه آیک یک اومده به نظر میرسه رخ سیاه بسیار فعال توی بازی و درست هم هست خیلی فعال توی بازی اما حرکت جیسه خونه فرار برای شاه خالی میکنه میخواد از ردیف اول شاه رو بلند کنه حالا اینجا روخه رو تونسته به بازی اضافه کنه الکسی سارانا و قطعا یک تفاوت توی بازی مگنس عقب و دلش نمیخواد مهره ها رو تعویض کنه به مهره ها برای حمله توی بازی نیاز داره رخ رو گذاشته ای یک و حرکت 6 بازی شده شاه رفته خونه جی دو. وزیر هم اومده ستون دی رو داره توی بازی کنترل میکنه الکسی سارانا وضعیت متعادل شد بازی پرفکتی از مگنس کارسن شاهد نبودیم اما بازی پر از تاکتیک شاهد بودیم یه جا اشتباه کرد برتریه رو از دست داد اچ از طرف مگنس شاه از این آشمزی خودش رو نجات میده فیل به خونه مرکزی ای 4 اومده وزیر B5 و توی این لحظه مگنس پیاده رو گذاشته G4 که حرکت اشتباهی بوده چون داره پیاده اچ ای ای 4 رو توی بازی از دست میده اما پیاده H4 سمیه و نباید زده بشه که توی بازی زده شده چی کار باید میکرده؟ بهترین انتخاب زدن فیل بوده که بعد با رخ بزنه حالا از شهر این خلاص شه وزیر اینجا داره فشار به پیاده بی دو وارد میکنه میبینید مگرس کارسن دو تا پیاده رونده این سمت صفحه داره که توی آخر بازی ما میدونیم قراره با اینا چیکار بکنه اما توی بازی فیل در ات چهار بازی شده و اینجا مکنس کارسن تاکتی که بعدی هم به کار میگیره فیل رو گذاشته خونه جی 5 کیش قربانی بعدی خیر اینجا با پیاده زده رخ رو بالاخره توی بازی به دست آورده متریال کاملا مساویه اما دقت کنید وقت الکس سارانو چهار سانی است توی بازی و اینجا فقط کافی بوده وزیر در بیدو بزنه فشار به این پیاده توی بازی وارد کنه رخ زیر ضربه اوکی کیش بلاک میکنه رخ بیاد پایین حرکت تهدید وزیر F8 مات توی بازی رخ D8 بعد از تعویض در نهایت چیزی بیشتر از کیش دائم توی این وضعیت گیر سفید توی بازی نمیاد و این وضعیت مساویه و نهایتا میتونه وزیر رو مثلا بذاره خونه C5 پیاده های خودش رو توی بازی حمایت کنه اما اینجا به ماد ختم نمیشه این شاخه توی بازی اما الکسی سارانا توی این لحظه رخ رو گذاشته خونه دیدو که اشتباه فاحش بوده در کم بوده زمان و مگنس قدر این موقعیت ها رو قطعا میدونه رخ آهف کیش داده شاخ چیکار میخواد بکنه بهترین انتخاب برگردوندن رخ حتی حتی, حتی وزیر دی 7 رو اینجا کامپیوتر پیشنهادم میده حتی شاه اگر مثلا بخواد به خونه ای هش بره اینجا وزیر بهش کیش میده مثلا شاه دی هش بازی بشه رخ آهش اینجا ماته و بعد با وزیر جلوگیری کنه و بعد مات میشه توی بازی اگر که حتی شاه به خونه دی هش بره چه اتفاقی میفته وزیر کیش میده توی بازی وزیر پایین بیاد رخ آهش شاه بالا وزیر رو میزنه مات در سرکت پس اصلا رفتن با شاه نداره اینجا و باید با رخ بلاک کنه اما حرکت نهایی این بازی رو مگنس کارسن انجام داده اگر دوست داشتید شما هم میتونید ویدیو رو استوب کنید و حرکت مگنس کارسن رو حدس بزنید مگنس کارسن توی این لحظه فیل سی شیش بازی کرده و حریف از بازی انصراف داده حرکت فوق العاده قدرتمنده وزیر رو بخواد نجات بده اینجا مات میشه رخ در دی هفت بزنه شاه خیلی خونه فرار نداره و در نهایت مات میشه پس اینجا وزیر رو از دست میده بهترین انتخاب سیاه رخ در آ هفته که وزیر رو از دست میده و یک وزیر بیشتر داره توی این وضعیت سفید و مگنوس کارسن این بازی رو به راحتی میتونه پیروز بشه به همین دلیل توی همین لحظه الکس سارانو از بازی انصراف داده امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید نظرتون رو به هم بگید در مورد این بازی عنوان ویدیو رو هم حتما کامل کنید همه کامنت ها رو میخونم من کیانم و توی ویدیو بعدی میبینم